خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. وای بر شما ای کاتبان ریاکار، وای بر شما ای فقیهان، زیرا که بارهای گران بر مردم می نهید و خود بر آنها یک انگشت هم نمی گذارید. وای بر شما راه نمایان کور، که پشه را صافی می کنید و شتر را فرو می بندید. صدای مسیح و بانگ ناقوس کلیساهای ایرانه که هنوز به گوش می رسه. دادگاه کلیسای گرگان را تعطیل کرده، پنج مسیحی ساعت‌های متمادی چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که مجبور شدند اعتقاد خود به مسیح را انکار کنند. آنها در مصاحبه‌های تلویزیونی که تحت اجبار انجام دادند گفتند که سایر مسیحیان ایرانی نیز گول خوردند. در کرمانشاه کشیش ویلسون و بعضی از اعضای آسوریش مورد ضرب و شتم قرار گرفته، ساعت‌های متمادی آنها را از پا آویزان کرده و با کاب‌های ضخیم شلاق زدند. هیئت مدیره به این نتیجه رسیده است که سیاست سکوت و اینکه ببینیم چه می‌شود یک سیاست شیطانی است. اگر به خاطر اعتقاداتمان بمیریم یا زندانی شویم، می‌خواهیم همه دنیا با خبر شوند که در ایران تحت رژیمی که مدعی مذهبی بودن است چه می‌گذرد. صدای پرنده خوشاوازی بود که فریاد عدالت خواهی مسیح رو در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه تنین انداز کرد. بله، در میهن اسیرمون همچنان نوای شور و شعله های آزادی خواهی به فرمان فقیهان و کاتبان ریاکار به صلیب کشیده میشه و هر آنچه بوی عشق و آزادی و میهن پرستی و رنگی از اشتیاق و برابری انسان ها داره با شمشیر و کنده و ساطور ارتجاع روبرو شد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساطوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. از روزی که قصابان ولایت فقیه با کنده و ساطور خونالودشون در گذرگاه های ایران مستقر شدند، مسیحیان هم مانند سایر آزادی خواهان میهن مسیح رو و خدا رو در پستوی خونه هاشون نهان کردند. اما نوای شور و شعله های آزادی خواهی هرگز خاموش و فراموش نشد و هنوز صدای مسیح از نای نیرومند مسیحیان غیرتمند به گوش می‌رسد.
برای من زندگی یعنی مجالی که به مسیح خدمت کنم و مرگ یعنی فرصت بهتری که با مسیح باشم.